دسته منتخبی جودوی تاجیکستان در مسابقه قهرمانی جهان که از 28 آوگوست تا 3 سپتامبر در پایتخت مجارستان شهری بوداپشت برگزار شد، ناکام گشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشکار شامل بود، ولی آنها در دورهای مقدماتی شکست خوردند و از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در این مسابقات جهانی چی است؟ حالا در این موضوع صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. نخست نظر شما درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان. حقیقت حال رو گویم، برای با موفقیت برآمد کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان عموماً در کدام رشته‌ای که نباشد، برای تیار کردن دسته منتخب برای اینها مبلغ زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال تقریباً 6-7 مرتبه کم از 6-7 مرتبه مشق‌های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در تمامی در همه وزن‌ها باید 2-3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جدا پراکنده هستند و یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار و عموما کسی از حال دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در دسته جدا از سرمربی هم تا حتی پرسیش نمی کردن. برای موفقیت با موفقیت برآمد کردن ورزشگر عامل های اساسیش این است که یعنی تامین حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار پیش از چمپیونات جهان باید بیرون از جمهوری تاجیکستان در مسابقه های بین المللی شرکت ورزند و بعدا شرایط مشق ورزشگر چی از جدی پوشاک، خوراک، غذا. بله، در واقع از آن وقتی که پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان 10 سال مقدم مدال برنجی به دست آورد، تا حال دیگر یگان مدال در این مسابقات از جانب ورزشکاران تاجیک به دست آورده نشده است. همین خیلی نه؟ بله بله، عموماً در این چمپیونات جهان ما اصلا امید و آرزو داشتیم که کامران شو همچی یک امروزه ورزشگر جوداچی پیش از ما چمپیونی آسیا است و خیلی موفقیت های کلان دارد، از وی ما امید داشتیم که یکون جای نمایی رو بگیرد، ولی متاسفانه وی نیست به یکی از پهلوانانی هم میزبان و هم یکی از پهلوانانی بهترینی همون وزن در قره پرتویی سر به سر شدن و اومن قوزمایی رو باخت و دیگر وزن ها من شکر محمد میر محمدوف نیز جوان از همه جوانترین ورزشگر که در چمپیونات جهان شرکت ورزید، او هم خیلی خوب برآمد کرد، اگرچه جایزه دار هم نشدن که خیلی سبقت های خوب کردن، ولی اگر چقدر تعریف هم نکنیم چون که جایزه دار که نشدن دیگه تعریف بیهوده است. از نگاه شما همچون متخصصی ورزیده سوها، آیا دعوت نمودنی مربیان خارجی در رشته جودو به تاجیکستان ضرور است و یا نه؟ اگر ورزشگر مربی بهترین جودوچی ژاپن یا اینکه فرانسوی یا از کدام دولتی که نباشد، اگر این گفته های من اگر تامین نکند، مثال یا اینکه کمیته ورزش یا اینکه فدراسیون جودو مبلغ گذاری نکند، کدام مربی که نباشد، ما مربیان خوب داریم ولی و یا با همین شرایط ها همه قدر تیار میکنیم ورزشگر. همین گفتگویی که من گفتم که عامل های هستند که برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگران در مسابقه های کلان
بین المللی من همین شرایط را اگر تشکیل نکنیم دیگر سخن بی فایده است. تشکر برای صحبت. سلامت باشید.